معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک آقای معماریان، این برنامه اقتصادی آقای بایدن شامل چه برنامه‌هایی میشه و اهمیتش در چیست؟ این برنامه اقتصادی برنامه بسیار گسترده‌ای هستش که در واقع به تقویت زیرساخت‌ها، درست کردن پل‌ها، تعمیر پل‌ها و ساختمان‌های فدرال در فرودگاه‌ها، جاده‌ها خواهد پرداخت. برنامه‌های خیلی کلی داره در خصوص کنترل کربن و کاهش کربن در محیط زیست که به هر حال آمریکا بهش متعهد هست و برنامه‌های دیگه محیط زیستی که در مجموع این برنامه‌های مختلف در واقع تلاش میکنه که نه تنها اقتصاد آمریکا را یه جوری زنده بکنه، نه تنها رشد اقتصادی داشته باشه، بلکه میلیون ها نفری که در واقع آمریکا در شغلشون از دست در صنایع مختلف و نیازمند این هستن که آموزش مجدد بشن برای اینکه بتونن به مشاغل جدید رو بیارن، برای اونها هم برنامه های زیادی رو در پیش بینی کرده. از جمله برنامه دیگه که به هر حال پیش میشه در این برنامه جاه طلبانه اقتصادی در واقع میشه گفتش که اینکه در برای تمام کودکان سراسر کشور در واقع قبل از کودکستان در واقع برنامه‌هایی که میتونن افراد برن بچه‌شون بزنن توی کودکستان مجانی میکنه، برای زنان شاغل برنامه‌های زیادی خواهند داشت و امیدوار هستن که از این طریق اون نابرابری اقتصادی، شکاف طبقاتی و فقری که در طی سال‌های گذشته عملاً یکی از به هر حال شاخص‌های خیلی مورد توجه در جهان بوده نسبت به خصوص آمریکا، اونو کاهش بدن و یک نوع عدالت اقتصادی بیشتری در واقع در کشور شاهد باشن. خب چه گروه‌هایی باید هزینه این برنامه اقتصادی رو بپردازم؟ آیا احتمال تصویب این در کنگره آمریکا وجود داره؟ خیلی سوال خوبی است، به خاطر اینکه دقیقاً این مسئله اصلی هست. حتی در بین دموکرات‌ها این مسئله هستش که چه کسی باید هزینه این 3 تا 4 هزار میلیارد دلار رو پرداخت کنه، با توجه به اینکه به هر حال همین چند وقت پیش، همین قبل از یک ماه پیش، آمریکا یک بسته کمکی تقریبا 2 تریلیون دلاری رو تصویب کرد و این به هر حال این هزینه‌ای که انجام میشه باید یه جوری منابعش تامین بشه. عمده منبعی که برای در نظر گرفتن در واقع افزایش مالیات بر افراد ثروتمند و کمپانی ها هست، شرکت ها هستش. بنابراین افرادی که بالاتر از 400 هزار دلار در آمریکا درآمد دارن و شرکت ها قرار هستش عمده این هزینه این برنامه اقتصادی رو پرداخت بکنن. اختلاف نظر هست خصوص این که آیا افرادی که به هر حال درآمدشون کمتر هستن باید شامل بشن، ولی به نظر من میاد که با افراد مخالف زیادی خواهد داشت. برخی افراد پیشنهاد کردن که در خصوص رو مصرف افراد هم در واقع مالیات بذارن که بازم مشخص نیست که بتونه این مورد توافق قرار بگیره، ولی مسئله اصلی این هستش که به هر حال یک برتری شکننده‌ای رو دموکرات‌ها در کنگره آمریکا دارن، در مجلس سنا و مجلس نمایندگان. باید یک جوری این برنامه رو بخشای مختلفش رو در واقع، چون برنامه خیلی بزرگی هست و به موضوعات مختلف می‌پردازه، بعد یک جوری اینو یعنی طراحیش بکنن و ارائه کنن به کنگره که هیچ کدوم از دموکرات ها، حتی دموکرات هایی که خود محافظه کار هستن در خصوص هزینه توسط دولت، اونها مخالفت نکنن. یعنی هر 50 نفر سناتوری که در دموکرات ها در مجلس سنا در واقع اونها باید موافق باشن و مطمئن باشن که در مجلس نمایندگان هم رأی کافی رو میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که با اون چیزی که با توجه به اینکه کلا موضوع خرج کردن برای زیرساختا یک مسئله که هستش که تو خیلی جمهوری خواهان هم علاقه بهش علاقمند دارن، آقای بایدن بتونن که با تغییراتی که به هر حال در کنگره خواهد کرد این طرح رو تصویب بکنن و یکی از به هر حال برنامه‌های عظیم اقتصادی که سالهاست در آمریکا بهش فکر میکنن و مایل هستن که اینو جلو ببرن بهش جامعه عمل بپوشونن. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار که از نیویورک همراه ما بود.